در سال 1357، سال انقلاب ایران، مهمان من در این برنامه جوانی بود انقلابی که تازه در رشته حقوق از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. رفقای انقلابیش در اون زمان سمت دادستان انقلاب شیراز را به او پیشنهاد کردند. ولی او اگرچه این سمت را نپذیرفت و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت، ولی در فرانسه در حین تحصیل در بخش سیاسی سفارت ایران در پاریس کار کرد و بعدا مسئول دعاوی بین‌المللی ایران شد. او بعد از گرفتن دکترا در حقوق و سیاست از دانشگاه پاریس به ایران بازگشت و بعد از 3 سال تدریس در دانشگاه شیراز برای 2 دوره نماینده شیراز در مجلس شد. ولی قاسم شعله سعدی به دلیل این پیشینه نیست که در سالهای اخیر در جامعه ایران مطرح بوده و هست. او یکی از بی‌پرواترین منتقدان حکومت اسلامی در ایران و از معدود مخالفانی است که صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبر کشور بودن علناً به زیر سوال برده است. او که تا به حال برای همین بی‌پروایی‌هایش چند بار به زندان افتاده، اخیراً گفته است که صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی را می‌شنود. چرا فکر می‌کند حکومت اسلامی در ایران در شرف فروپاشی است و برای خود در این وضعیت خطیر چه نقشی قائل است؟ آقای قاسم شعله سعدی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. شما آقای شعله سعدی از کی متوجه شدید که به قول خودتون جمهوری اسلامی داره به بیراه میره؟ با درود به شما و بینندگان عزیز، من همون موقع هم که در مجلس بودم متوجه شدم که از جنس حکومتیان نیستم. مواضع من در مجلس نشونگر این هست. همون موقعی که آقای خمینی میگفت که آخوند یعنی اسلام، من در نطق قبل از دستور گفتم که اون آخوندی که با 5 تومن منبر میرفت بنز 15 میلیونی از کجا آورده، و گفتم که شعور بر شعار من پیشی گرفت، کارهای بزرگ دست افراد کوچک دادیم. گفتم که این چه معنی داره که از وزارت اطلاعات تا حوزه علمیه قم تا سازمان تبلیغات اسلامی تا بنیاد شهید و غیره به تجارت، کارخانه‌داری و معدنداری مشغولند. و این مواضع آنچنان ادامه پیدا کرد که بالاخره در مجلس بعدی نه تنها صلاحیت من رو رد کردند، با اینکه من در 2 دوره مجلس حتی حقوق ماهانم رو هم نگرفتم از مجلس و تا کنون که با هم صحبت میکنیم یک قلم کالای دولتی و رانت حکومتی تو زندگی من نیامده، اما اینها حتی به رد صلاحیت من هم اکتفا نکردن و من در لیست قطعهای زنجیره‌ای بودم که گروه سعید امامی تدارک دیده بود در وزارت اطلاعات. و میدونی که این بچه های آدمکش وزارت اطلاعات یعنی گروه سعید امامی اصولا بچه های شیراز و فارس بودن و من از شیراز با اونها درگیر بودم. بالاخره دوره است که من همش با خطر زندگی کردم و در این وطن مانده ام تا خطر کنم. بسیار خوب. حالا شما بگید که از اون دوره که در مجلس بودید متوجه این قضایا شدید، ولی حکومت اسلامی ایران خیلی زود بعد از انقلاب شروع به سرکوب مخالفان خودش کرد و در سال 1367 که شما نماینده شیراز در مجلس شدید، در واقع شدیدترین کشتار سیاسی کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای ایران اتفاق افتاد و شما در اون موقع حس نکردید که واقعا یه چیزی خطا داره میره؟ چرا، من احساس کردم خطا داره میره، اما من در مجلس با مشکلات ویژه‌ای هم روبرو بودم. اصلا اعتبارنامه من رو شعبه از اول رد کرد، یعنی گزارشات علیه من به شعبه‌ای که در مجلس تشکیل میشه واصل شده بود، البته به دروغ، اما اونا اعتبارنامه من رو به اون استناد رد کردن و در اثر اعتراض من بالاخره مجبور شدن که اون گزارش رو تغییر بدن و مشکلات بسیار بسیار زیادی بود. اولین نطق من واکنش خلخالی
و مجید انصاری و خانم رجایی رو برانگیخت. همون موقع بود که ایران از حلبچه عقب نشینی کرد و حکومت با یعنی دولت با طرح دو سوال در تلویزیون، یکی این که چه شده است و دیگر این که چه باید کرد، در واقع توجیه کرد عقب نشینیش رو از حلبچه، ولی به سوالی که چه شده است پاسخ نداد. من در اولین نطق قبل از دستور برخورد کردم و گفتم که چه شده است. گفت همونجا بود که گفتم شعار بر شعور من پیشی گرفت، کارهای بزرگ رو به دست افراد کوچک و بی صلاحیت سپردیم، نمیدونم مشکل ما ارز نیست بلکه ارزه است، و درگیری ها از همون اول شروع شد. ولی آقای اشکال صدی شما برخورد در سال 81 نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتید، نامه سرگشاده‌ای نوشتید که نامه بسیار صریح و روشن و تندی بود. شما ایشون رو فاقد صلاحیت رهبری دونستید، سیاست‌های خارجی و داخلی آقای خامنه‌ای رو مغایر منافع ملی خوندید و حتی در اون نامه شما ایشون رو حجت الاسلام خطاب کردید نه آیت الله. یعنی شما از کی به این نتیجه رسیدید که آقای خامنه‌ای صلاحیت رهبری نداره؟ ببینید من حقوقدان هستم، خود شما هم گفتید، من هم تو دانشگاه حقوق تدریس کردم هم سیاست، و با یک برداشت حقوقی از شرایط رهبر به این نتیجه رسیدم که ایشون فاقد شرایط بوده. هنوزم این اعتقاد رو دارم، یعنی شرایط رهبر این بود اون موقع که قانون اساسی هنوز بازنگری نشده بود و اون بازنگری به تصویب ملت نرسیده بود، شرط رهبری مرجعیت بود. آقای خامنه‌ای حجت الاسلام بود، کما این که من در همون نامه هم ایشون رو خطاب کردم حجت الاسلام، و به نظر من ایشون فاقد شرایط رهبری بود، کما این که بعدها همین یکی دو سال پیش هم فیلم اون روزی که ایشون منصوب شد توسط خبرگان به طور غیرقانونی به عنوان رهبر، اون فیلم که منتشر شده خود ایشون اقرار میکنه، میگه که من لیاقت ندارم، من حائز شرایط فنی و شرعی و قانونی نیستم، و لذا و حتی میگه باید خون گریست برای جامعه اسلامی که حتی تصور اینه بکنی که من رهبرشون بشم. اما الان 31 سال هست که ایشون قدرت رو قبضه کرده. بسیار خوب آقای شعله زدی، ولی شما میگین شما دقیقاً حقوقدان هستین و به عنوان حقوقدان شما بایستی از همون اول میدونستید که به هر حال این از نظر قانونی غلطه که آقای خامنه‌ای رهبر مملکت بشه. ولی شما در دوم اردیبهشت سال 1371 زمانی که نماینده مجلس بودید در نطقی در مجلس میگید که این جانب، نقل قول میکنم از شما، این نطق شماست، این جانب که رساله دکترای خود را در دفاع از ولایت نوشتم همچون گذشته بر تبعیت از رهبر معظم انقلاب اصرار میکنم و اعلام مینمایم اوامر آیت الله خامنه ای دقیقاً به اندازه اوامر امام راحل مطاع است نه کمتر. دقیقاً ببینید اون موقع در آستانه انتخابات مجلس چهارم بود، من در 21 فروردین به عنوان نماینده اول شیراز و با بالاترین درصد رأی در کشور انتخاب شدم. 5 روز بعد از این جانبازا شورش کردند، 26 فروردین جاده فرودگاه رو بستند، چند تا پمپ بنزین و بانک و اتوبوس آتش گرفت. اولین شورش مدنی در ایران بعد از انقلاب در شیراز به وقوع پیوست. اون موقع هم گروه سعید امامی در وزارت اطلاعات حاکم بودن، پرونده سازی کردن علیه من، گفتن این شعله سعدی کشور رو به هم ریخته و این شورش زیر سر شعله سعدی است. پرونده قضایی علیه من درست شد در دستگاه قضایی، شیخ محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه به بازپرس کتبا نوشت که با دقت ویژه عمل کنه، یعنی برخورد منفی با من بکنه. همین آقای یونسی که بعدها شد وزیر اطلاعات، دادستان تهران بود، به بازپرس دستور داده بود و گفته بود که با قرار بازداشت موقت شعله سعدی رو صادر کنید تا علل حساب بفرستیمش زندان تا بعد ببینیم چی میشه. از همه جا فشار آوردن به بازپرس و من بازپرس منتظر بود ببینه که اعتبارنامه من تو مجلس تصویب میشه یا نه، چون
نماینده دامغان هم به همین بهانه ها و اتهام این که من شیراز رو به هم ریختم و اولین شورش مدنی در کشور به وقوع پیوسته به اعتبارنامه من اعتراض کرد. اعتبارنامه من رفت کمیسیون تحقیق. من اگر اعتبارنامه‌ام تصویب نمی‌شد قطعا در دستگاه قضا محکوم به اعدام می‌شدم، برای که اون وقت مینداختن گردن من این شورش رو. و لذا من به عنوان آدم سیاسی، به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان معلم اخلاق، باید از اون بحران عبور می‌کردم. باید چیکار می‌کردم به نظر شما؟ بسیار خوب، شما الان سال هاست که یکی از رکگوترین منتقدان رهبر ایران هستید، ولی برخلاف بقیه‌ای که به اصطلاح مخالفت میکنن با رهبری که معمولاً بهشون بسیار شدید برخورد میشه، که حتی صراحت لهجه شما را هم ندارند، ولی با شما خیلی بد رفتار نکردند. آقای شله‌صدری، خیلی ها تعجب میکنن که چطور ممکنه که شما را آزاد گذاشتن که در رسانه ها بشینید و به راحتی علیه رهبر صحبت بکنید و انتقاد بکنید. من دلایلش رو میگم الان. اولا من حرفی که میزنم قانونیه، همش مستند قانونی داره. موقعی میگم آقای خامنه ای رهبر غیر قانونی هست، بر اساس خود قانون میگم. دوم اینکه من عضو هیچ حزب و گروه و دسته و چیزی نشدم تا حالا که حکومت حساسیت آنچنانی داشته باشه. سوم اینکه من تاکنون حتی یک قلم رانت حکومتی نخوردم که بتونم اون رو بزرگ بکنم و ارائه بکنم. و تازه مگه من کم بام برخورد شده؟ من عرض کنم که 28 سال دانشگاه تدریس کردم، 25 سالش منحصرا دوره کارشناسی ارشد و دکترا بوده. تازه بعد 28 سال تدریس بنده رو اخراج کردن. دو دور نماینده مجلس بودن که حقوقم هم نگرفتم. چند سال مسئول دعاوی بین‌المللی ایران بودم با بسرا علم و حقوق و تجارب سنگین و حقوق در سطح داخلی و بین‌المللی. بعد از دانشگاه هم که اخراجم کردن، چندین بار زندانم کردن. من هم حالا هم تازه من رفتم جلو مجلس، سلواتی 6 سال حبس داد. یه نامه سرگشاده به صادق لاریجانی نوشتم که الان پتش رو آب ریخته، 1.5 سال هم برای اون به من حبس دادن. پسر من رتبه 40 کنکور بود، اخراجش کردن از دانشگاه. همسر من رو چندین بار بازداشت و ممنوع الخروج کردن. خود من رو ممنوع الخروج کردن. باید دیگه چیکار هم بکنن که مردم مثلا باور کنن؟ بسیار خوب. خب حالا بگذاریم از این مسئله. آقای شله‌صدری، شما الان دقیقاً از آقای خامنه ای چی میخواین؟ از آقای خامنه ای میخوام که ایشون استعفا بده و قدرت رو از طریق مسالمت‌آمیز واگذار کنه. ما هم در این صورت آینده نه تنها ایشون رو، بلکه دولتیان، بلکه سپاهیان، فرماندهان، همه رو با اون فرمولی که مربوط به گاندی و نلسون ماندلا بود که گفت ما میبخشیم اما فراموش نمیکنیم، برخورد میکنیم. آینده همشون رو تضمین میکنیم، چون این مملکت به بنبست رسیده نظامش. و من معتقدم همونجوری که بارها هم گفتم، صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی بارها سالهاست شکست شنیده شده و دلم میخواد که ایشون مملکت رو نظر خراب بشه. گفتم بهشون یه طرح 5 مرحله‌ای ارائه دادم، پس از اینکه تحلیلی علمی به خاطر اینکه شرایط کشور شرایط گذار هست رو ارائه دادم، حتی اونم در تلویزیون، نه اینکه یه چیز پنهانی. گفتم جمهوری اسلامی با چندین بحران مواجه هست که بحران‌های زمان گذار هست، که خلاصش این است: بحران مشروعیت، دو، بحران عدم همبستگی کارگزاران سیاست. ببینید اینا سایه هم رو با تیر دارن میزنن. سوم، بحران ناکارآمدیه. شما یک بخش این کشور رو الان نمیتونید معرفی کنید بگید لااقل این یه بخشش کارآمده. این محیط زیستش، این اقتصادش، اون سیاست خارجیش، این سیاست داخلیش. چون معتقدم که شرایط کشور مثل اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 هست، اواخر دوران اتحاد جماهیر شوروی، و به این دلیل من صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی رو شنیدم. یه طرح 5 مرحله‌ای هم ارائه دادم: 1. دولت و مجلس استعفا بده. 2. نظارت استصوابی حذف بشه. 3. انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی برگزار بشه. و 4. مجلس و دولتی که با اون انتخابات آزاد سر کار میاد
طرح تغییر قانون اساسی رو ارائه بده و پنجم اینکه مقامات ایران از آی خامنه ای تا بقیه از ملت ایران عذرخواهی کنند و برن کنار. گفتم آی خامنه ای بالا غیرتی الان که دیگه آخر خطی، الان هم به لحاظ بیماری هم به لحاظ کبر سن و مشکلاتی که هست دیگه نمیتونی که بالا غیرتی این آخر کاری یک کاری بکنه مثل قذافی کشور و رهبر با هم متلاشی بشه، لااقل مثل مصر، مثل تونس، مثل ایران زمان 57 شما کنار برو تا کشور آسیب نبینه، که در این صورت ما آیندت رو تضمین میکنیم. الان هم این گزینه رو میز هست هنوز. آها بسیار خوب آقای شالجه، شما خیلی خوب میدونید که آقای خامنه‌ای به حرف شما گوش نمیده و کما اینکه به نامه شما هم در سال 81 گوش نداد. در نتیجه وضعیت ایران همینطور که خودتون توضیح دادین دچار بحران هست، وضعیت اقتصادی بسیار بده، وضع معیشتی مردم اونطور که متخصصان پیش بینی میکنن قراره بدتر هم بشه. شما فکر میکنین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من پیش بینی فروپاشی دارم در شرایط فعلی، چون اقتصاد که فروپاشی شده، قبل از اون اخلاق جامعه دچار فروپاشی شده. ببینید ما همین در همین خرداد ما چند تا دخترکشی داشتیم، پدر دختر خودشو کشته یا افرادی که خودکشی میکنن، خودسوزی میکنن و فجایعی از این قبیل که من واقعا دلم میخواد مردم ما برگردن به و بازگشت بکنن به فرهنگ ملی و به هویت ملی و فرهنگی خودشون. ما ایرانی ها اهل خشونت، اهل این فجایع هرگز نبوده ایم و معتقدم که کشور الان در حال گذار هست. این بحران ها بحران های زمان گذار از نظام های توتالیتر به نظام دموکراتیک هست. ولی به چه شکل آقای شعله‌سدی؟ ببین یکی از نمونه هاش معمولا که این اتفاق هم طی یکی دو سال اخیر چند بار افتاده و اون شورش های خیابانی و اعتراضات مردمه، ولی اغلب این اعتراضات اعتراضات مردم جون به لب رسیده یکی از نظر معیشتی در تنگنای سختی قرار گرفتن و اومدن خیابون و اعتراض کردن و بعدش هم سرکوب شدن، عده‌ای تو خیابونا کشته شدن، عده‌ای هم زندانیشون کردن و بعدش هم رفتن خونه هاشون. یعنی در واقع چه اتفاق؟ شما البته در گذشته علت این که این اعتراضات به نتیجه نمیرسه رو گفتیم به دلیل اینکه فاقد رهبریه. شما فکر میکنین امکان رهبری در داخل کشور برای این اعتراضات، امکان به وجود اومدنش هست؟ بعد من معتقدم که اصلا باید در داخل کشور باشه، چون مردم به اونایی که خارج از کشورن نمیتوانن آنچنان که شاید و باید اعتماد بکنن. به علاوه اونا دستشون کوتاه است. حتی من به بعضی هاشون گفتم ارتشای جهان 3 شعبه داره: هوایی، دریایی، زمینی. هوایی و دریایی از دور کار میکنه، ولی کار رو کی تمام میکنه؟ اون که رو زمین هست. و الان به نظرم شرایط خیلی خیلی مهیا هست از همه جهت، کما اینکه 2 مرتبه لااقل در دی ماه 96 و آبان ماه 98 مردم حتی بدون یک رهبر ضعیف هم وجود داشته باشه اعتراض کردن و اومدن تو خیابون. 27-28 استان درگیر این اعتراضات شد و نشون میده که این مردم آماده یک خیزش عمومی هستن و کماکان نقص عمده همین فقدان لیدرشپ یا رهبری یا هماهنگ کنندگی هست. اما مشکل این است که این افرادی یا فردی که میتونه این کار رو بکنه باید حائز 2 شرط اساسی باشه: 1 اعتبار و 2 قابلیت. قابلیت یه چیز ذاتی است، قابل اکتساب نیست. اگر مقایسه کنید خمینی رو با مهندس موسوی در سال 57 و 88 به این نتیجه میرسید که مثلا خمینی در 57 هم اعتبار داشت، مردم تو ماه میدیدنش، و هم قابلیت داشت تونس انقلاب رو به پیروزی برسونه. اگر ما انتقادی به خمینی داریم بعد از 22 بهمن 57 هست، نه قبل از اون. و ولی مهندس موسوی با اقماس می توانیم باور کنیم که به طور نسبی ایشون اعتبار داشت، هرچند میخواست که ما رو برگردونه به دهه 60، ولی خوشبختانه موفق در این زمینه نشد. ولی حالا بس، من این بعد کار نیست، بعد اون قسمتش مورد نظر منه که ایشون قابلیت کافی برای اون جنبش رو نداشت، لذا جنبش رو به هدر داد. خودش و خانمش و آقای کروبی هم الان در 11 سالی که گرفتار هستن در حبس خانگی. بنابراین رهبر باید اول قابلیت داشته باشه که امری است ذاتی،
نه اکتسابی و دوم اینکه اعتبار. آقای شولسدی شما اینو میگین، حالا ممکنه به هر حال این تلاشی بشه در داخل کشور برای ایجاد رهبری، یعنی به نوعی آلترناتیو به حکومت موجود، ولی فکر میکنین این خیلی راحت میتونین تمام این کسانی که قصد رو دارن حکومت همه اینا رو بگیره بازداشت بکنه بفرسته زندان و تمام اینا در یک شبه کارش رو تموم بکنه؟ حتی اگر بفرسته زندان، اگر طرف اون قابلیت رو که من مورد نظرم هست داشته باشه، از تو زندان هم میتونه هدایت کنه. مگر نلسون ماندلا 27 سال زندان نبود و مگر از تو زندان جنبش ضد آپارتاید رو نتونست هدایت بکنه و به پیروزی برسونه؟ لذا به علاوه ما باید آماده ریسک و خطر باشیم. ما که نباید بترسیم و دریم بریم، بایستیم زندان هم. یعنی یه بخشی از کار که وظیفه لیدر هست که به مردم اعلام کنه اینی که مردم رو آماده پرداخت هزینه بکنن. آخه این که نمیشه که مردم بدون هزینه به دموکراسی و آزادی برسن، به عدالت برسن. شما در چند دوره کاندیدای ریاست جمهوری شدید، یعنی این که در واقع در خودتون این کفایت و درایت و قدرت رهبری رو میبینید، شما فکر میکنید نقشتون در یک همچین حرکتی چی میتونه باشه؟ ببینید، من بارهاست که به این شعر و سؤال حافظ بزرگ پاسخ دادم. حافظ میگه شهر خالی است ز عشاق، بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. من بارها گفتم که من همون مردی هستم که حافظ انتظار داره، منتها من نمیخوام به عنوان راهبر یا هماهنگ کننده خودخوانده باشم. اگر ملت ایران اون شایستگی رو در من سراغ داشته باشه و از من بخواد، یعنی به من تکلیف بکنه، قطعا یه جانی هست که این رو بارها اعلان کردم تقدیم ملت ایران کرده و میکنم. به چه شکل شما فکر میکنیم ملت میتونه از شما بخواد که شما رهبرشون بشید؟ اتفاقا من گروه های مختلفی از مردم با من دیدار دارن و من با اونها پیام های زیادی تا کنون دریافت کردم و از من خواستند. امروز هم خیلی کار ساده است. این شبکه مجازی و تلویزیون های ماهواره‌ای و اینترنت، ابزارهای ارتباطات خیلی خیلی وسیع و ساده است و شنیدن پیام مردم خیلی کار ساده است این روزها. من هر روز هم میدونی که من تو خیابونم که میرم واقعا روز میشه با 2000 نفر احوال پرسی میکنم، در حالی که فقط 3 نفرشون ممکنه بشناسم. مردم هستن که خیلی لطف دارن و اقبالی به من نشون دادن. من امیدوارم که شایستگی این رو داشته باشم و بتونم امین مردم باشم، اما نمیخوام که به عنوان یک مسئول خودخوانده بیام و عرض اندام کنم. من یک سرباز ساده هستم. اگر کسی هست که توانمند تر از من باشه و بتونه فرماندهی رو به دست بگیره، من میرم زیر فرمان اون و سربازی میکنم، و اگر نه به عنوان سرباز هم وظیفم رو انجام خواهم داد. خب همه هم میدانن که من همه عمرم با خطر زیستم و یه سری شرایطی دارم، مثل تخصص در حقوق و سیاست، تجربه و این سابقه مبارزاتی که شما بخشش رو گفتید. لذا و مهمتر از همه داشتن برنامه و نقشه راه هست. چون ما یه بار آقای خمینی در واقع به ما گفت که دنبال دموکراسی است، گفت دموکراسی غربی رو قبول نداره زیرا ناقص است. بنابراین ما رو امیدوار کرده بود که دموکراسی کامل تر از غرب رو ارائه بده، اما سر از ولایت فقیه در آورد. بعد از 10 سال هم کردش ولایت مطلقه فقیه. بنابراین مردم ما مارگزیده هستن. یه نقشه راه میخوام. نقشه راه رو من ارائه میدم. فرض حالا میذارم. فرض میکنم که این تحول رخ بده. و آینده چه خواهد بود؟ آینده به نظر من دیگه حکومت دینی نخواهد بود. حکومتی است عرفی مثل همه جو دنیا. یعنی نهاد دین از نهاد سیاست و دولت مستقل و جدا هست. دوم اینکه نمیشه دیگه به اعلامیه جهانی حقوق بشر بی اعتنا بود. اون می تواند و باید بخشی جدا نشدنی از حکومت و قانون اساسی باشه. سوم اینکه دموکراسی که گم شده حداقل 200 ساله ملت ایران هست
دیگه اجتناب ناپذیر هست که دموکراسی خودش 4 تا شاخص داره. اول داشتن قوه قضاییه سالم و مستقل، نه مثل این وضع فعلی. دوم پارلمان قوی، نه پارلمانی که با این انتخابات که به همین اخیراً برگزار شد و مثلا فرمانده نیروی انتظامی سابق حال شده رئیس پارلمان. پارلمان قوی برآمده از آراء رقابتی سالم و عادلانه. عرض کنم مقامات باید منتخب و برای مدت معین و آزادی احزاب و گروه ها و آقای شلزدی وقتمون تموم شده، یک سوالی من اگه خیلی کوتاه جواب بدین به این سوال آخر من ممنون میشم. البته از فحوای کلامتون و صحبتایی که کردین معلومه که شما دیگه هیچ اعتقادی به این جریان اصلاح طلبی در ایران ندارید، ولی شما فکر میکنین که راه آینده به هر حال تحول در داخل ایران غیر از اصلاحات، یعنی به یک شیوه انقلابی فکر میکنین ممکنه تحولی پیدا بکنه در جامعه ایران؟ ببینید اصلاحات هم زمانش گذشته و هم ساختار قدرت و حکومت و هم در واقع انعطاف ناپذیری آقای خامنه ای اجازه اصلاحات نمیده. اصلاحات مرد، تمام شد. و سوال دوم این است که آیا وضع موجود قابل تحمل است یا نه؟ بازم به نظرم جواب منفی است. موقعی که نظام اصلاح پذیر نباشه، وضع موجود هم قابل تحمل نباشه، اون وقت راه سوم یعنی تغییر. تغییر هم باید یک چشماندازی ارائه بده که من اون رو ارائه دادم با همین شاخصهایی که عرض کردم. و لذا من معتقدم تغییر اجتناب ناپذیره و اصلاح طلبا و اصلاحات هم اکنون تازه خودشون بخش عمده از مشکل هستن. و لذا بحث من با اصلاح طلبا هم روشن. مردم هم تو دیماه 96 به روشنی گفتن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا تمام شده است واقعا. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای قاسم شعله‌زدی از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر.